بنامید پروردگار مهربان، سلام عزیزان، بعد از ظهرتان بخیر، خوش آمدین. آرزومند هستم تا کنون با خوبی و خوشی روزتان سپری شده باشه. امروز شنبه آغاز هفته است، آغاز خوش بر تک تک شما. آرزومند هستم گیتی منصف در برنامه رسم زندگی. امروز برنامه را تقدیم شما می کنیم، نیم ساعت الی ساعت 2:30. و مهمان ما امروز در برنامه جناب دکتر صاحب انورالحق جبارخیل، بنیانگذار فلسفه صحت و اسلام در جهان، در ارتباط به اینکه چگونه میتونیم صحتمند باشیم میخواییم که نظرات جناب دکتر صاحب را داشته باشیم. چه مسائل و نکات رو میخواییم یادآور شوند برای که ما از نعمت صحت بهرمند باشیم و یکی صحتمند باشیم، از امروز به دور بمانیم، چه نکات از چه مورد است که در زندگی روزمره باید در نظر داشته باشیم. مورد است که میخواییم که امروز دنبال بکنیم با جناب دکتر صاحب 020-220-1093 شماره تلفن برنامه تا لحظات بعد فعال خواهد شد و تماس شما عزیزان را هم میداشته باشیم. حالا بریم به طرف بسته معلوماتی. مقدمتا چیزی در ارتباط به صحتمندی و صحتمند بودن بدانیم، برمیگردیم. چطور می توانیم صحتمند باشیم؟ صحت خوب ارزش نیمی از یک سلطنت را دارا می باشد. اما سوال اینجاست که چطور می توانیم این نعمت الهی را به دست آوریم؟ یکی از مهمترین راه ها برای داشتن صحت خوب مصرف نمودن غذاهای سالم و بهداشتی می باشد. این آسان است که چطور می توانیم غذاهای سالم داشته باشیم، چون غذای سالم تنها شامل غذاهای پروتئینی و غذاهای ویتامینی نمی شود، بلکه منرال ها نیز از مهمترین منابع قدرت و انرژی برای صحت می باشند. البته تنها این منابع برای داشتن یک صحت خوب کافی نیست. ما باید بر علاوه استفاده از این منابع بعضی فعالیت‌ها و تمرینات فیزیکی و جسمانی را در تقسیم اوقات صحت خود نیز شامل نماییم. همچنین مطالعه و حمام کردن نیز ما را در داشتن صحت خوب کمک می‌کند. پس بیایید با رعایت نمودن این نکات، یک تفکر خوب را در یک بدن سالم برای صحی انجام دادن وظایف خیش در مقابل دیگران پرورش دهیم. چه کارهایی را انجام دهیم تا صحتمند باشیم؟ 2. غذاهای مناسب و کمچرب. 3. لبنیات بخورید. 4. با وقت غذا بخورید. از پرخونی پرهیز کنید. 6. سبزیجات بخورید. خواب مناسب 8 الی 10 ساعت. و از افسردگی، استرس و جگرخونی ها خود را به دور داشته باشید. مورد خوب را در این بسته معلوماتی دانستیم بر صحتمند بودن و یکی غذا چه رول را میتونه در صحتمندی ما داشته باشه در زندگی. به قول یکی از دانشمندان که عجیب ترین کار ما انسان ها همین است که نصف عمر خود را صرف میکنیم بر یکی ثروت به دست بیاریم، ولی زمانی که ثروت به دست میاریم صحت خود را از دست میتیم، نصف عمر دیگر ثروت خود را هزینه میکنیم به مصرف میرسانیم که صحت خود را به دست بیاریم. و هم گاهی ممکن بوده میتونه، گاهی هم ناممکن بوده میتونه. پس حالا که صحتمند هستیم شکرگزار پروردگارمان باشیم و از این نعمت الهی خوب محافظت کنیم و صحت خودمان خوب محافظت کنیم. جزئیات بیشتر از جناب دکتر صاحب جویا میشیم در مورد صحتمندی. 020-220-1093 شما تلفن برنامه. خوش اومدین دکتر صاحب. تشکر شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به تمام بیننده تلویزیون خورشید صحتمندی آرزوی ماست. سلامت باشین استاد. در مورد ای که چگونه میتونیم صحتمند باشیم، مقدمتاً آنچه شما میخواین بیفزاین چه است و بعدا میریم به طرف غذاها و آنچه موارده که میتونه نقش داشته باشه و بیننده‌های ما هم یادآوری کردن در پایم هاشن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی رحمت للعالمین. به خاطر اینکه ما باید صحتمند باشیم، ما یک سلسله ضروریات خود باید تکافو بکنیم و اولین قدمی به طرف صحتمندی علم است. بدون علم نمیتونیم صحتمند شویم. چرا؟ این علم است که ما را میاموزانه که چی بکنیم، چی بخوریم، چی تنفس بکنیم، چی صحبت بکنیم تا صحتمند شویم و از مریضی دور شویم. پس اولین چیز علم است و علم هم کدام علم؟ علمی که علم صحت و علم اسلام است. یعنی اساس ترین و اولین ضرورت انسان
که باید از طفولیت شروع میشه تا وقتی که وفات میکنه، اینا باید علم صحت اسلام رو بیاموزن، هر روز باید بیاموزن، بدون از این نمیتونیم ما صحتمند شویم. خب وقتی که اساس مسئله اینا، ما باید تعریف صحت داشته باشیم، صحت باید بفهمیم. که جدید تعریف در 2007 ما تعریف جدیدی کردیم و سازمان صحت جهان چالش دادیم که تعریفشون درست نیست. تعریف صحت عبارت از هدف اصلی و ابدی زندگی ماست که ما از چهار بُعد تشکل پیدا کرده. روح است، روان است، جسم است، اجتماع است. که ما همیشه ایراد اعتدال نگاه بکنیم تا بتونیم دوامدار انکشاف بکنیم و دوامدار تولید داشته باشیم. تنها مریضی، نبود مریض جسمی را صحت نمیگن. اول وقتی که ما تعریف صحت نداشته باشیم و تعریف صحت نفهمیم، ما چطور میتونیم صحت منشیم؟ یک، این حال وقتی که تعریف صحت فهمیدیم که چهار بُعد داره که روح هست، روان، جسم، اجتماع، ما باید تعریف مریضی را هم بفهمیم. که تعریف مریضی را ما جدید تعریف کردیم، این یک حالت ضد صحت است. که در این چهار بُعد ما، روح، روان، جسم، اجتماع، از حالت اعتدال بیرون شده و حالت منفی میره. و در اون حالت است که بدن ما، جسم ما نمیتونه که وظایف خود طوری انجام بده تا ما انکشاف کرده بریم و احساس خوبی و سلامتی بکنیم. خب حالا میاییم که علتهای اساسی. من مثلا 30 سال پیش فارغ شدم دکتر از فاکولته هندوستان و ما طبابت هنوز نتانسته بود که و نتانسته تا امروز که کشفیاتی که من دارم که اساس اسباب مریضی رو ما باید بفهمیم. چی چیزا ما را مریض میسازه او را باید بفهمیم و چی چیزا ما را صحتمند میسازه. امروز کوشش میکنیم که سر فوکس سر اسبابی که ما را چی مریض میسازه او را باید بفهمیم. اینا رو وقتی که فهمیدیم میتونیم بسیار با آسانی اونا رو درست کنیم و به طرف صحتمندی بریم. اصلا چیزی که ممکن در ذهن همه گان باشه، امیال ای که میکروب منجر به مریضی میشه، فقط همین میکروب است؟ بله. نه. حالا از بابش رو میکنیم. بار اول است که در جهان این سبب اساسیش رو براتون بگیم که تالی هیچ کس تصورش هم نکرده. سبب اساسی و اصلی هر مریضی بدون استثناء، یگان استثناء رو داره. گورا باز میگه. بیمانی است. عقیده نادرست است. اینی وقتی که ما عقیده نادرست داشتیم، یعنی الله پرست نبودیم، اساس کل مریضی از اینجا شروع میشه. که تا حال این ما درست نفهمیده بودیم. و این برتون میگیم هر حرکت ما، اگر ما صحبت میکنیم، اگر ما میشینیم، اگر ما غذا میخوریم، همگی به اساس عقیده است، به اساس ایمان است، به اساس طرز تفکر است. پس از باب مریضی مجموعه از این عقیده شروع میشه. یعنی وقتی که یک انسان الله پرست نشد، بیمان بود، ای بخوای نخوای میره به طرف اعمالی که انسان به مریضی میکشانه. یعنی سبب اولش امروز در جهان باید بشنوید که سبب اول همه مریضی ها بیمانی است. دکتر صاحب، ما مورد خوبی رو یادآوری کردین. از باب دیگر شه هم از شما میشنویم، ولی چند پیام بازرگانی داریم، وقفه کوتاهی است، برمیگردیم و جزئیات بیشتر از دکتر صاحب جو خواهیم شد. برگشتم عزیزان در ادامه برنامه رسم زندگی با موضوعی که چگونه میتونیم صحتمند باشیم. دکتر صاحب، مورد خوب رو یادآوری کردین. یکی از اسباب صحتمندی رو گفتین عقیده بوده میتونه. سایر اسبابی که در کشفیات شما بوده که میتونه باعث صحتمندی شوه و عدم در نظر داشتین نکات باعث بیماری میشه، امراض میشه، در سنی که در چی هست؟ بله، اول گفتیم عقیده است. همین سبب تمام امراض است. دوم، ما تنفس میکنیم، مینوشیم و میخوریم. پس چیزایی که زهرناک است و چیزایی که به صحت ما مضر است، نه ما باید بخوریم، نه بنوشیم و نه تنفس بکنیم. این زهریات ها، مثالش سیگاریت است، نسوار است، تنباکو است، زهر است. ای به هیچ عنوان هر کسی که این استفاده میکنه، او باید بخوای نخوای مریض میشه. مثلا در قرآن هم الله میفرما یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، میگه انسان ها در روی زمین چیزی که حلال است، پاک است، پاک چیز بر چیزی که بر صحتتون مفید است
او را بخورین. اینان ما نمیفهمیم که حلال و حرام چی است، او را کلش در قرآن برای ما الله تشریح کرده، پس ما مجبور هستیم قرآن بفهمیم. مثلا ما در زندگی خود عام است چای میخوریم، کلتان چای میخوریم، چای به صحتتان مضر است، بسیار اضرار داره، نمیخوایم در مشخص یک چیز بریم. اینا رو واسه چی قرآن توصیه کرده و چی برای صحت ما؟ چای زیتون، من شجره مبارکه زیتون ده. پس چای زیتون هر کسی که مینوشه و دوامدار مینوشه، چای نمینوشه، این بسیار صحتمند انسان میشه. و کسایی که سیگرت نمیزنه، کسایی که پرخوری نمیکنن، این علت دومش اساسی اینه میست. از روزی که ما تولد میشیم میخوریم مینوشیم، ما باید تغذیه رو بفهمیم که چی بخوریم چی نخوریم و چی رو تنفس بکنیم. این علت دومش. علت سومش اساسش پاکیسته، یعنی لباس ما باید پاک باشه. دکتر صاحب تماس داریم، بیننده ما روی خط تلفن هستن، با مزدک صحبت شما خط شد. سلام بیننده گرامی، بعد از ظهرتان بخیر. بله، اگر صدای ما رو دارین لطف کرده صحبت کنین. سلام عرض به خدمت شما مهمان عزیزم. سلامت باشین محترم، بفرمایین. خواهش است یک سوال داشتیم. بفرمایین مشنوین. یکی درباره صحت مثبت یا واقعی چیست؟ دوم سوالم عوارض جانبی نفخات چیست؟ کسایی که نفخات میزنن چه عوارض جانبی دارن؟ ممنونتان، بیننده باشین، حتما دکتر صاحب پاسخ بر شما دارن. بفرمایید دکتر صاحب، گرچه از باب بیماری ماند ولی پاسخ بیننده ما بخاطر بحث بزرگ بودن. صحت مثبت اینا گفتن و عوارض جانبی نسوار سگرتا گفتن. صحت ما تعریف کردیم، اون تعریفی که تعریف صحت است و تعریف مثبت صحت است و مریضی رو هم تعریف کردیم. عوارض جانبی نسوار سگرت یا تنباکو 4000 مواد زهری داره، 4000، و یک مادهش است به نام میتانول کالکول است. پس هر کسی که نسوار سیگریت میزنه 24 ساعت شراب مینوشه و 24 ساعت زهر میخوره. و اینا رو وقتی که انسان 24 ساعت زهر بخوره، اول که ببینید اینا بوی میتن، بوی بد دارن. یک، دو، جلد از اینا رو که ببینید مثل دیسک سوخته باشه، یعنی بسیار یک جلد خاصف و بدرنگ داشته میباشن. سوم، به تمام امراض سرطانی ها مبتلا میشن، به امراض قلبی مبتلا میشن، امراض شش مبتلا میشن، جگر خراب میکنن. یعنی هیچ حجره عضو بدن نیست که اینا به او صدمه نرسونن و دیگه اسراف میکنن، اقتصاد خراب میکنن، فقر به وجود میارن. و این در جامعه یک فتنه است که مطلق جامعه را فلج میسازه. دکتر صاحب، یک مورد که بیننده ما پیام فرستادن و یادآوری کردن از هوا، گفتن از هوایی که ناپاک است و ناگزیر هست از هوا استفاده کنیم، این هم باعث امراض زیاد شده، این آلودگی هوا. گفتن جای حل از این چیست؟ چه قسمی میتونیم گریز کنیم از هوای آلوده؟ بله، چون باز ما پیشتر که گفتم که ما از طریق تنفس هم نباید زهریات داخل وجود بکنیم و هوایی که آلوده باشه طبعا زهریات داخل وجود میشه، این باز امراض بسیار مزمن و سرطان و غیره را به وجود میاره. رای ایسته که هر انسان باید مسئولیت تدیره بگیره که امو محیط خدا، چه کوچه باشه، چه خانهش باشه، چه چهار طرفش باشه، ایره پاک و صفا بتانه بسازه. و من یک پیشنهاد دارم که انشالله این میتونه که مطلق این مسائل بسیار تغییر بده. اویسته که وقت شاندن درخت های زیتون است. درخت های زیتون یعنی هر فامیل، هر نفر و هر باغدار در تمام افغانستان باید اقلا چندین درخت زیتون غرس کنند. یک درخت زیتون 400 تا 900 سال عمر داره و نیم وقتش است که در ماه آخر دل و هود است و 400 تا 900 سال عمر داره، 12 ماه سرسبز می باشه. یعنی اگر ما در 20 سال بتانیم که افغانستان، شهر کابل و کل افغانستان کوهایش، باغار زیتون بشانیم، سرسبز میشه، بخواهی نخواهی این محیط را صاف میکنه، هوا را صاف میکنه و در سرسبزی و سرسبزی محیط بسیار رول هم داره. بازم تماس داریم. سلام بیننده گرامی.
بعد از ظهرتان بخیر. علیکم السلام، سرنال هستیم از اولسوالی سانجره گولاد سریپل به تماشیم. خوش آمدین، بفرمایین پرسشتان رو مطرح سازین. خوش باشین خواهر عزیز. من در طفولیت زیاد این پیشکاری و دواز زیاد خوردیم و فعلا به مرضی افسردگی مبتلا هستم. این از دکتر سیمرک میخواست مرسان میکنم که اما چیزی اما عمیمه باشه یا خیر. قسمت آخر پرسشان را گرفتین. یک دفعه دیگه تکرار کنین که به چی مریضی مبتلا شدین گفتین؟ به مرضی افسردگی، یعنی افسردگی خودتشان. بله، پرسش دارین دکتر صاحب؟ میشه که بپرسین یا تماس رو قطع کنم؟ دیگه این خوب باز فقط خلاص بپرسین. ممنونتان، حتما بیننده باشین. بفرمایید دکتر صاحب. از سیکنین افسردگی یکی از بزرگترین در این اسباب امراضی که ما صحبت میکردیم این موضوع میه. اولین و بدترین مریضی انسان در کل بر بشریت مریضی افسردگی و خوف و ترس است. که این مریضی هر قدر انسان همه چیز داشته باشی به این مریضی مبتلا شدی هیچ چیز نداری. و این اساس خود افسردگی علتهایی داره که علت اولش بیمانیست، بیعقیده است. باز هم ولی علت دیگهش که باز دواها، مثلا همین دوایی که زنها برای حمل نگرفتن استفاده میکنن بسیار علت هم میشه. دوای دیگه است که میتونه افسردگی رو به وجود بیاره، بیکاری میتونه، فقر میتونه، مسائل که مشکلات در جامعه ما زیاد است. اینا نه برزی که افسردگی دوایی که اینا گرفتن باید دوایی که قابل افسردگی رو به وجود آورده باید دوره ترک بکنن. و دوم به تمام مانا بسیار اطمینان میگیم هیچ انسانی که به خدا کامل ایمان نبیاره و اوامرش قبول نکنه از افسردگی نمیتونه بیرون باشه. پس اینا در قوت ایمان خود و راسختر شون، بهتر شون، انشالله این تکلیفشون رفع میشه. سلام به شما بیننده که روی خط تلفن هستین، بعد از ظهرتون بخیر. بفرمایین. بله سلام علیکم. سلام به شما محترم، خوش آمدین، بفرمایین. دارین صدای ما را؟ عبداللطیف یوریش هست، من ششترک تماس گرفتیم. خیلی خوش آمدین، بفرمایین پرسشتون را مطرح بسازین. صدای تلویزیونتان را پخش کنین و صدای ما را از طریق تلفنتان بشنوین. بیننده گرامی درست است. من گفتم یک سوال داشتم صرف از طرف شب، من از خور میزنیم نمیفهم تاثیر چی هست. یک موضوع، موضوع دوم صرف خانم از شب که خواب میکنه صبح میخوزه میگه دوستان قرخت میشه، معلوم نیست که چی تاثیر باشه. از دکتر صرف این سوال داشتم از جواب. ممنونتان بیننده گرامی. دکتر صاحب جز اول پرسشان گفتن که عادت دارن صدا می داشته باشن در وقتی که خواب می کنن، بعضا عادت می داشته باشن که صدا می داشته باشن، گفتن دلیل زیده چی هست؟ دلیلی می تونه بعضی امراضی که در بینی، بعضی اضافگی گوشت اضافگی یا بعضی مسائل بندش باشه، این می تونه باشه. و دیگه در پوزیشن هایی که استراحت میکنه باید متوجه باشن و برای حتما باید یک دفعه دکتر اینتی یا گوش و گلونه بینی رو باید ببینن که در کدام نقصه که داشته باشه که اون رو برشان تداعی بکنه. خب جز دوم پرسشان گفتن خانمشان وقتی از خواب برمیخیزن دستایشان میگن قرخت شده، هم تو احساس میداشته باشن. یکی از موضوعاتی که ما وقتی که استراحت میکنیم باید هیچ وقت 8 ساعت، 10 ساعت، 7 ساعت به یک دفعه استراحت نکنید. یکی از عواملی هست که ما کرختی چیز مسائل بود به خاطر چی که وقتی که ما زیاد به یک دفعه استراحت میکنیم جریان خون ما آیسته میشه به قلب و دماغ، این باعث این مسائل شده میتونه. پس به تمام بیننده ما توصیه میکنم که یکی از اصولای عزیز که ما باید صحتمند باشیم و دماغ ما و قلب ما جریان خونش همیشه بسیار تازه و به مقدار کافی باشه، هیچ وقت از 4 ساعت یک دفعه اضافه خواب نکنین. یعنی 4 ساعت
در طول روز 8 ساعت خواب بکنین ولی در 24 ساعت ولی یک دفعه خواب نکنین. کسایی که شما متوجه هستین، کسایی که یک دفعه 8 ساعت خواب میکنن، 10 ساعت خواب میکنن، ایوازی که تازه باشن، اونا که میخوان بسیار خسته و مانده میباشن. دلیل اساسی چیز که جریان خون آیستا آیستا وقتی که شما یک دفعه استراحت میکنین به قلب و دماغ کم میشه و این باعث نمنس که ما میگیم یعنی کرختی دست و پا میشه و این خطرات دیگه که عملات قلبی را و عملات دماغی را اضافه میکنه. بله دکتر صاحب، یک پرسش که بسیاری بیننده های ما هم مطرح ساختن در ارتباط با استفاده از برس دندان یا استفاده از مسواک، که در مورد مسواک در دین مقدس اسلام هم تذکر یافته، یا آنچه صابر که میتونه داشته باشه بر ما استفادهش، یا آنچه منافق میتونه بر ما داشته باشه، ولی خوب است از شما بیشتر بازم بشنویم مسواک چه استفاده داره و بر صحتمندی چه نقش رو میتونه داشته باشه. و یک موضوعی را که ما همیشه متوجه شدیم دکتر صاحب، همیشه بر دست شما مسواک بوده و ای که شاید ما استفاده کنیم مسواک فقط یک بار یا دو بار در روز، و ای که اگر همیشه بر دست ما باشه استفاده کنیم، این چه منافعی را میتونه، چه منفعت ها میتونه بر ما داشته باشه؟ تشکر، بسیار سوال خوب است. دلیل بزرگ دیگه که بیشتر ما گفتیم امراض به وجود میاد، پاکی بدن است. و در بدن مهمترین سوراخ‌های بدن است و در سوراخ‌ها مهمترین و بزرگترین سوراخی که است دهن است. پس وقتی که دهنت دستایت پاک نگاه کردی و دهنت میکروبا نمیتونه داخل وجودت باشه. و ما و بسیار اطمینان میگیم و همیشه در وقتی که در تلویزیون هم شدیم به خاطر از اینکه مردم تدریس کنم درس بدم، مسواک در دستم است. و ما همیشه بسیار کم وقت خواهد بود که شما من را غیر از تلویزیون در زندگی ببینین بدون مسواک من نیستم. و به بسیار اطمینان میگیم هر کسی که در 24 ساعت همیشه مسواک استفاده نمی کنه، هیچ ممکن نیست که دهنش پاک باشه. حتما دهنش بوی میده، حتما مشکلات در دهنش هست. چرا؟ وقتی که غذا میخوری میکروبا میایه به سراغت. پس پیش از غذا باید مسواک بزنی، بعد از غذا باید مسواک بزنی، در بینش مسواک زده بده، یعنی مسواک همیشه باید باشه. در غیر از او باز هم دق نشوین، خفه نشوین، ریسرچ کردیم و ریسرچ میکنیم و خودتون ریسرچ کنیم. هیچ انسانی نیست که مسواک 24 ساعت نه. یکی مسواکی که ما برس کریم هم میگیم، برس کریم در کجا داده میتونی؟ تو یک دفعه صبح میتونی ایره استعمال کنی، یکی شب دیگه خود نمیتونی که تمام روز در دستت باشه، آب باشه و کریم باشه. پس بدون مسواک ما برای کل جهان چالش میتونم که ریسرچ بکنین، سر خودتون ریسرچ بکنین، حتما دهنتون بوی میده. دهنتون با او استاندارد معیاری که باید صحت باشه نیست. پس استعمال مسواک بسیار برای صحتمندی ضرور است که نمونی که میکروبا رو داخل وجود شه. خوب شد دکتر صاحب که امروز شما رو در برنامه داشتیم. خیلی مسرور شدم از یکی از صحبت های اینه که شما مستفید شدیم. ما بیننده ها ان شاء الله که مد نظر بگیریم نکات مهم را که دکتر صاحب یادآوری کردن در مورد صحتمندی ما. با سپاس از جناب دکتر صاحب انورالحق جبار خیل، بنیانگذار فلسفه صحت و اسلام در جهان، و ممنون از شما عزیزان. تا فردا، خدا نگهدار.